بیانیه ها و موضع گیری های شخصیت های ملی و پارلمانی عراق، محکومیت سفر وزیر خارجه رژیم و مداخلات تروریستی حکومت آخوندی. العراقیه بیانیه مطبوعاتی همزمان با سفر وزیر خارجه رژیم ایران به عراق و اظهارات تأسف‌آور هوشیار زیواری و سایر مقامات دولتی در مورد اجرای موعد دولت عراق راجع به بستن کمپ اشرف که برخلاف فراخوان‌های بین المللی و بیانیه‌های ملل متحده است، شماری از پارلمانترها و شخصیت‌های ملی عراقی که وجدان بیدار مردم عراق را نمایندگی می‌کنند، ضمن اعتراض به این مهلت‌گذاری از سازمان ملل می‌خواهند با تأمین حفاظت کمپ اشرف تا رسیدن به راه حل نهایی مانع جنایتی جدید شود. برخی اظهارات بیان شده در این رابطه بدین قرار است. میسون الدملوجی سخنگوی العراقیه خواستار یافتن یک راه حل انسانی برای ساکنان اشرف بدون توجه به ضرب العجل‌های مشخص شده برای اخراج آنها شد. احمد الالوانی پارلمانتر از لیست العراقیه انتقال ساکنان قرارگاه اشرف متعلق به سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق به محل دیگری را یک طرح حساب شده در کادر طرح و برنامه‌های خارجی دانست و گفت خارج شدن از این بحران بدون راه حل‌های بین‌المللی ممکن نیست. احمد الالوانی افسود این موضوع در پشت پرده مورد بررسی قرار گرفته و ما نمی‌دانیم چه کسی این تصمیم را گرفته و چه کسی آن را پیاده می‌کند و انتقال ساکنان این کمپ به شیوه بی‌حساب و کتاب عجیب است. الالوانی انتقال ساکنان کمپ اشرف به خارج از محلی که در آن هستند را یک طرح حساب شده در کادر طرح و برنامه‌های خارجی و غیر قابل قبول دانست. احمد المساری عضو لیست العراقیه حضور ساکنان کمپ اشرف در عراق را منطبق بر عرف بین المللی و قانون دانست و نسبت به رفتار غیر انسانی با آنها و یا هر گروهی که از سرکوب سیاسی رنج میبرد هشدار داد. شوان محمد طه نماینده پارلمان از لیست کردی مخالفتش با تصمیم نوری مالکی مبنی بر اخراج اشرف را ابراز نمود و خواستار رعایت جنبه‌های انسانی و حقوق بشری و تلاش برای ایجاد راه حل قانونی برای خروج از این بحران شد. وی افزود اخراج اجباری ساکنان اشرف بازتاب منفی در پرونده حقوق بشر در عراق به جای خواهد گذاشت. دکتر مصطفی الهیتی سیاستمدار مستقل عراقی تاکید نمود اجرای تصمیم دولت عراق نقض حقوق بشر است و بازتاب آن برای عراق خطرناک خواهد بود. وی تمام طرفها را به شرکت در پیدا کردن راه حل مناسب برای مسئله اشرف با احترام به منافع عالیه عراق و حقوق ساکنان اشرف فراخواند. دکتر ظافر الانی از رهبران العراقیه نسبت به اشغالگری رژیم ایران پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق هشدار داد. وی که در میزگرد تلویزیون الشرقیه شرکت کرده بود گفت به نظر میرسد دولت مالکی طرحی برای وارد کردن کشور در بحران دارد که میتواند از طریق حوادث بحرانزا بسیاری از تصمیمات و اقدامات سرکوبگرانه و ظالمانه خود را پیش ببرد. من معتقدم همزمان ما باید بدانیم که امروزه در خاک عراق رژیم اشغالگر ایران وجود دارد و چه بسا شروع به دخالت بیشتر در صحنه سیاسی عراق بکند و حتی اظهاراتی که از برخی به هنگام دیدار صالحی وزیر خارجه رژیم ایران از بغداد شنیدیم که گویا دستوراتی دریافت کرده باشند، به نحوی که برخی مقامات در دولت عراق پیرامون بستن قرارگاه اشرف صحبت می کنند که تن دادن به خواست و اراده دولت تهران می باشد.
من معتقدم با پایان اشغالگری آمریکا شاهد ظهور اشغالگری رژیم ایران خواهیم بود. لذا میگویم که نیروهای ملی باید مانع از بازگشت مجدد خشونت مذهبی و مانع اشغالگری رژیم ایران بشوند.